الو خانم، من از بله گوشی بله خدمتتون خواهش میکنم. مرسی گوشی خدمتتون. مرسی. الو الو آقای معتمدی، سلام میکنم. سلام قربان، مخلصم. حال شما خوبه انشالله؟ قربان شما برم، سپاس گذارم. تشکر میکنم. عرض کنم که آقای معتمدی، ما هفته جان. گذشته پاسخ پرسش هایی رو با شما در میان گذاشتیم که هنوز پاسخ کامل اونا رو دریافت نکردیم. من این پرسش ها رو امروز هم باز با شما مجدداً در میان میگذارم، اما از آنجایی که شما یک ماجرایی رو نیمه کاره رها کردید، اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر، که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم، شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 1980، اگر اشتباه نکنم. بله دقیقا، بله 1980. یعنی میشه چیز ایرانی چه تاریخیه؟ حالا به هر حال چند سال پیش شما رفتید که حقوق خودتون رو، طلبهای خودتون رو به عنوان یک کارمندی که از کار برکنار شده دریافت بکنید. در فوریه 2008 2008 میلاد، ببخشید، فوریه 2008 در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان 8 ماه بعد، در جریان این ملاقات و مذاکره، یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان، ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید. اول من سپاسگزارم لطف کردید تلفن زدید. بعد من یه مقدار امروز کسالت دارم، میبخشید آهسته صحبت میکنم. من اگر خاطر داشته باشید، قرار شدش که ایشون تا دمه در آمدم، یعنی داخل سفارت، و به من گفتن که من حتما به شما زنگ میزنم، چون بالا تو پله ها پاگرد به من گفته بودن که من حتما بیرون شما رو باید ببینم. ولی من این وقت سوال نکردم که این چرا باید بیرون منو ببینم، برای اینکه من یک کار اداری داشتم. به هر حال سه روز بعد از اینکه من از سفارت خارج شدم، به منزل رفتم، ایشون تلفن زد. من حالا از کجا تلفن زد و متوجه نشدم. بعد ایشون چیزی که باعث تعجب من شد، ایشون در 250 متری سفارت با من قرار گذاشت. یکی از خیابونایی که به اصطلاح یکی از زیباترین خیابونهای پاریس نزدیک سفارت به نام کلیپر هستش، حدود 250 متر با سفارت فاصله داره. بعد بشنستم که بعد من قبول کردم برای اینکه مسئله این امری که تو کفشم نیستش، که بعد من اینجا سال دارم زندگی میکنم، مشکلی نداشتم. ولی برام بسیار جالب بود، یکی این که مسئله حقوق هم میخواستم ببینم چی میشه، به اضافه این که خیلی برام مهم بودش که این چرا من میخواد خارج از سفارت بود ببینه، برای اینکه به هر حال من خیلی معذرت میخوام، منم این کاره بودم دیگه، چرا من خارج از سفارت. حالا به هر حال من وقتی که ایشون زنگ زد، قرار گذاشتیم سر قرارش حاضر شدم. این خیلی راحت و پوز کرده. وقتی که صحبت کرد، من بهش گفتم که خب بعد از تعارفات معموله، من خواهش میکنم که
در رابطه با اون چیزی که من درخواست کردم تو همون رابطه با من صحبت بکنید. بعد گفت اتفاقا اجازه بدین آقای فلانی من اول توضیح بدم که چرا من اومدم به ملاقات شما و چرا من تو سفارت نگویم. ایشون توضیح دادن که من در چون من ده روز اومده بودم، یعنی اون روزی که با من بیرون ملاقات شده بود ده روز، گفت من ده روز اومدم، هیچ کدوم از این همکارای خودم هم نمیشناختم. بنابراین کیس شما کیس خیلی راحت بهتون بگم، کیس مسئله حقوقتون نبود، یه مسئله هستش که امروز میتونم رو در روی شما نشستم با شما صحبت بکنم. به این دلیل بودش که من گفتم ابهاماتی هست و فلان. این صحبت ها رو کرد، وقتی این صحبت ها رو کرد من فکر کردم که این چه کار داره با من، باز فکر کردم به نظرم رسید که سکوت بکنم، باز من پیله کردم این که خیلی خوب من خواهش من اول شما بفرمایید که مسئله حقوق من چه گوه، اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است، بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران، این اداره به 4171 کارمند ساواک رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلا فاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم، وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه، کنجکاو شد به حال برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات، رفته رو اسمش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا، و چون پرونده رو اینطور که بر من کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کارها کردی وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. گفتم که من اگر که شما راحت میشی چند تا سوال از شما دارم. گفت وضع شما پس انشالله که شما متوجه شده باشید، بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره، ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری بتونم یک کاری برای شما انجام بدم. این دقیقا این حرف زد. من وقتی این حرف زد به نظر خودم رسید که فرصت مناسبی برای من پیش اومده. خیلی آهسته بهش گفتم که خیلی خیلی آهسته بهش گفتم، از اونجا نه ایرانی بود که داری فرانسوی ها نشسته بود انقدر اون خودم و هرچی، گفتم که آب من به درد شما نمیخورم. گفتم گوش میکنی، من به درد شما نمیخورم، در همین رستوران اسکاندال بپا میکنم، فیگارو رو میکشم اینجا، اینجا شما رو مجبور میکنم با اولین هواپیما خاک فرانسه رو ترک کنی. آهسته بلند شو، از رستوران خارج شو و دیگه هم سراغ من نگیر. این یک بازی حساب شده بود. من شروع کردم خیلی دست پاچه شد، زمین که اون دست پاچه می شد منم خیلی 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 ناراحت بودم که نکنه بازی رو ببازم. خیلی من دستم رو گشودم روی میز، آهسته با دست واقعا دستش خیلی می لرزید، دو تا دست منو گرفت و گفت برو ای جسارت نه، اجازه بدین که من عرایزم رو خدمتتون عرض میکنم، بعد بسخواهی اول از شما میکنم، بعد اگر موافق شما نبودید من همطور که شما فرمودید اینجا رو ترک میکنم. گفتم دست
گفتم دستای منو کثیف نکن، یعنی دست تو دست منو ول کن، دقیقا این کلام رو گفتم، دست منو کثیف نکن. واقعا خب در اصلا این خبر ورده به من که تو حقوق نداری و فلان. خب من رفتم بعد از سال مشکلات و بدبختی و گرفتاری ها. حالا این اومده نشسته به من این خبر رو بده غافل از این که این دنباله این ماجرای دیگه است. حالا دست با چه شده و اینا، بعد دستای منو ول کرده و گفتش که برو. من گفت جناب معتمد، من پیامی از دفتر رهبری دارم، استدعا میکنم به عرایض من 5 دقیقه توجه کن. اگر که براتون جالب نبود، من همینطور که شما دستور فرمودید اینجا رو ترک میکنم. من سکوت کردم، فکر کردم که اون برداشتش این خواهد بودش که من به اصطلاح این تایید خاص اون هستش سکوت من، و همین هم شد. من بازی رو بردم. اون شروع کرد به صحبت کردن، شروع کرد به صحبت کردن و گفتش که من امیدوارم که در آینده بیشتر بتونم در خدمت شما باشم. من خیلی شفاف خدمت شما عزیز عرض میکنم، ما بازی رو باختیم. دقیقا با این جمله شد، ما بازی رو باختیم، بنابراین ما مرتکب اشتباهاتی شدیم، بسیار اشتباه کردیم و باعث مرگ هزاران نفر از هموطنان خودمون شدیم. تو پا تانک هم دیگه برای مردمی که میان تو خیابون اینا اثری رو این مردم نداره. فقر مطلق هم جامعه رو گرفته. بنابراین روزی که من رفتم پرونده شما رو بگیرم، این رفیقی من داشتم که اونجا رئیس به صلاح چیز بود، رئیس بایگانی پرونده های کارمنده های ساواکنی 4171 نفر بود، گفت فلانی، یعنی به اون آقا گفت، به اون آقای سرهنگ جوادی، گفت تو اگه میخوای که ببینی آدم های سالم کجا هستن، بیا پرونده های کارمنده های ساواک بخون، بعد به این دیوس ها، دقیقا گفت این کلمه رو، گفت به این دیوس ها، منظورش سران سپاه، گفت به این دیوس ها بگو که بیان یاد بگیرین مردانگی رو. اینو به من گفت و من از همه روز حساس شدم که برم دنبال کار که سپاه قرار داشته، سپاه در نظر داشت یک کاری انجام بده، یعنی برای این مشکلاتی برای مردم بود. البته بعدها صحبت کرد، راجب مردم صحبت کرد که من گفتم کدوم مردم، مردم شما، مردم شما، مردم فلسطینه، مردم حزب الله است فلان. از این صحبت ها یه ماه و نیم من بحث داشتم، ولی من یه چیزه، یه صحبت خلاصه دارم خدمت عرض میکنم که به اصطلاح نتیجه کلی رو دارم من عرض میکنم خدمت. بعد وقتی من صحبت ها رو کردم، گفت به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم، من یه گزارشی کردم به رئیس گروه اطلاعات سپاه و به اتفاق ایشون رفتیم پیش آقای جعفری. رفتیم پیش آقای جعفری، رئیس گروه گفت خب ما فکر میکنیم که اون نفری که شما برای این کار میخوای ایشون به کار شما میخوره. من واقعا اون صحبت میکرد باور بفرمید، من کاملا متوجه نمید اصلا چی میگه. حالا البته گفته دفتر رهبری و چه میدونم پرونده های حالا کارمنده همون که من خودم میدونستم چه مثلا چند نفر ما کارمنده دیم، ولی از اینکه دفتر رهبری و نمیدونم بایگانی و اونو اینا رو مثلا به من چه مربوطه این حرف و این صحبت ها. برحال ما بیشتر پیش رفتیم، ما بیشتر پیش رفتیم. بعد گفتش که اگر که شما اجازه بدین، من 2 مورد کار دارم و حضور شما عرض میکنم که اگر موافقت داری من این 2 مورد رو به کار بندیم و از شما درخواست اجراش دارم. گفتم که آقای جوادی شما گفتیم که افسر سپاه هستین؟ گفتش که بله من افسر سپاه هستم، ولی مأمور به وزارت امور خارجه‌ام. این قسمت رو شما داشته باشین، نمیخوام بپرم شاخه دیگه. در سال 2010 مصیبه ایبونه، ایبونه رئیس
سازمان دسه در فرانسه بوده، در زمان مسیو فرانسوا میتران هم در زمان مسیو فرانسوا میتران رئیس دسه بوده و مشاور امنیتی، مشاور عالی امنیتی مسیو میتران بوده. این مدت ها هنوز هم با سازمان مجاهدی همکاری داشته. یک کتابی نوشته شده، شاید جمالی هم اطلاع داشته باشین، به نام واواک. واواک هم چه اسمی داره؟ یکی من گفتش که در رابطه با این حسن جوادیان تو اون کتاب در صفحه 123 یا 133 یا 123 یا 133 نوشته که حسن جوادیان سرهنگ سپاه قدس، دو تا معاون داره، یکی جلالی دومیشو به یاد ندارم، و یکی از جهانی ترین جنایتکاران تاریخه. اینا ایو بونه نوشته. البته این هم اطلاع دارم که این کتاب با کمک سازمان مجاهدین نوشته شده، یعنی که به نظر من میاد که این جوادیان و سازمان مجاهدین میشناسه. برمیگردیم به اصل ماجرا. پرسون برسونم که بعد به من گفتش که این منظور جوادیان. بعد وقتی که تعریف کرد و رسید، من واقعا حوصلم سر رفته بود، دلم میخواست که این حرف آخر رو بزنه. بعد من گفتش که اگر اجازه میدید من عین صحبتی که نامه ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب، من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت رو از کنم اصلا. بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم، شما یادداشت کنید. متوجه اصلا. گفتم پس زود این. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم بای چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید، به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همه رو این چک رو برگردوندی، به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه، جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی، مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت، من نوشتم ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاج را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم. بعد یه پرانتز باز کرد، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که
راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینا به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه چی میگن دعیوسا، سپاه پاسداران، متوجه هستی؟ ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چی کار میتونم بکنم، چه حالا این داستان جداییست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این به اصطلاح پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از خونریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم، منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه. ولی به سوال من پاسخ بدین، اینها کجا برن؟ تمام یک ماه و نیمی که من تو این رابطه، البته فقط، البته من بیشتر با ایشون تماس داشتم، تو این رابطه به من فقط پاسخ بدی اینا کجا برن. بعد به آخرین مرحله کار چه رسیم، گفتم خیلی خوب، حالا من این کارها رو برای شما، به شما قول میدم در نهایت حفاظت این کار رو براتون انجام میدم، زیر بارش رفتم، ولی درخواست میکنم به من پاسخ بدید، برید با هر کسی که میخواد صحبت بکنید، به من پاسخ بدید شما برای من و خانواده من، یعنی خانواده ساواک، چه میکنید؟ شما هم میخواد چه بکنید؟ گفت منظورتون متوجه نمیشم، ما در خدمت شما هستیم. گفتم نه، شما اشتباه شنید من چی میگم، نه منظورم پول نیست، نه 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 نه، ما پولی نیستیم، اصلا اصلا پولی بودیش جایگاه اون اینجا اونجا اون اینجا نبود، نه نه نه. گفت پس بفرمایید من در خدمتتونم، فلان تعارف از فلان. گفتم ها، من الان میگم خدمتتون، گوش کنین درست. من منظورم این هستش که دقیقا اطلاع دارم، بهش گفتم دقیقا اطلاع دارم، شما از سال 1983 منابتونو در تمام ارگانهای خارج از کشور نفوذ دادید، اینا رو میدونم، بنابراین من، یعنی خانواده ساواکم یه سهمی میخواد، یه سهم میخواد. خندید و گفتش که یعنی منظورتون این هستش که یعنی این کارهایی شما میکنیم یه قسمتی هم به هر حال با شما مطرح بکنیم؟ گفتم دقیقا درست میگید، شما با من باید بگید، یه سرنخایی هم به ما بدید. من کسی که در وی او آ کار میکنه، کسی که در بی بی سی، نه گفتم بی بی سی از خودتونه، خیلی شفاف گفتم بهش، گفتم بی بی سی از خودتون، من وی او آ دارم میگم، وی او آ از من نیست، از من نیست، ولی میدونم دشمن شماست، میدونم در قسمت های دیگه، در رسانه های گروهی میدونم نفوذ 100% دارین و کار شکنی میکنید، نمیذارید، تنها جایی که شما نفوذ ندارید در سازمان مجاهدین هست و چریکای فدای خلق و در ساواک، اینجا شما نفوذ نمیتونید داشته باشید چون اینا فروشی نیستن اصلا، ولی شما در تلویزیون ایکس و ایگرگ نفوذ دارید، پس بنابراین به من سرنخ میدی 10% از منابع رو در اختیار من بذار، من این کار رو انجام میدم. نفهمیدم منظور شما این بود که شما از جمهوری اسلامی و تشکیلات سپاه خواستید که عوامل نفوذی خودشون رو در رسانه‌هایی مثل
رادیو فردا یا صدای آمریکا ترج به شما معرفی کنند، یعنی عوامل خودشونو به شما معرفی کنن؟ بله، چرا؟ این معامل اطلاعاتیه. خب میدونم، این معامل بده بسونه اطلاعاتیه. نفهمیدم، حالا اجازه بدید. نه شما اجازه بدید. بفهم. یک دولتی که در سر کار یک تشکیلاتی بیاد و همکاران خودشو به یک عضو امنیت و اطلاعات سابق کشور معرفی کنه، یعنی بیاد اونو لو بده، یعنی بیاد بگه آقای ایکسی که در رادیو آمریکا داره کار میکنه وابسته جمهوری اسلامی است، شما یه همچین درخواستی کردید؟ من یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم، در کارهای اطلاعاتی این بده بسونها معمول هست، اون هیچ وقت نمیاد. یک منبعیشو که در هدف هست و روزانه میتونه اطلاعاتی در اختیار سفارت جمهوری اسلامی و در هر جایی که هست در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده که حیاتیه. اون چه مسلم هست، این میتونه کسایی که فرض کنه یه منبع در یک محلی داره که این بازدهی نداره به اون شکل، عرضم میرسید، و این منبع فکر کنید مثلا 5 سال اینا دیگه دچار تردید شدن. یعنی نمیخوام دیگه، یعنی میخوام عرض کنم، نمیگم مثلا پس مونده های شما، نه، ما هم هوشیار هستیم. من یه نمونه خدمت شما میگم، یه فردی که شما میشناسیش. بله، حالا پس یک پس ادامهش میدم متوجه بشید. بله، گوش کنید، پیش از اینکه ادامه بدید من یه سوال دارم. پس مهره‌های تقریبا سوختشون رو بیان و به شما معرفی کنن. سود و ثمر دانستن یک مهره سوخته و کم اثر جمهوری اسلامی چه لطفی برای شما داشت؟ شما میخواستید با این اطلاعات چی کار کنید؟ به سوال من پاسخ بدید، بعد توضیحات خودتون رو بدید. شما با این اطلاعات در مورد این افراد دست سوم و دست چهارم و تخلیه شده و کم اثر چه فایده ای داشت، چه بهره ای داشت؟ ببینید، من اون چیزی که میخواستم اون هدفم هم پوشوند. یه نمونه به شما، فقط یک نمونه به شما عرض میکنم. اولا که من خودم این کاره بودم و هستم، از این پاسخ شما این کاره بودم و هستم. وقتی که اولا منبعی که دست دهمش هم که باشه عرضم میرسید، من دارم که جایگزین بکنم، اونو پیادهش کنم، اطلاعاتشو بگیرم و در هدفهای دیگه نفوذش بدم. اونو نه پسر خالهشو، دختر خالهشو، پسر عمهشو، فلان و فلان و فلان، در کجا؟ در داخل مملکت. این کار ماست. بعضی مثل همینطور که تخصصی که شما دارید امروز که تصور نمی کنم، این تعارف نیست، این واقعیته، تصور نمی کنم با توجه به سوابقی که از شما اطلاع دارم میدونم کسی امروز تسلط شما رو به این امور داشته باشه. منم به خود کار خودم وارد آشنا هستم، اون نمیتونه آشکارش به من بده. یک نمونه ای به شما عرض میکنم، این یه اسمی به من داد، اسمو که وقتی پیگیری کردم خوردم به آقای خونساری. خوردم با آقای خونساری، به یه عزیز و بزرگواری، پیغام دادم، گفتم که بدون این که اصلا مسئله رو باز بکنم، بدون این که اصلا به ایشون تلفن بزنم، بدون این که اصلا بدون کی هستش اصلا یه حرف داری میزنه، یعنی آقای خونساری رو عرض میکنم. امروز هم برای اولین بار دارم صحبت میکنم راجع به این قضیه. به اون عزیز و بزرگوار گفتم استدعا میکنم، به ایشون بفرمایید که جمهوری اسلامی منابع، چندین منابع در تشکیلات شما نفوذ داده، مراقب باشین. 3 ماه قبل از این که جریان مطهی پیش بیاد، ترجمه ازم دادیم؟ بله، همینه. میتونم سردار سپاه، سردار سپاه دیگه خاطره میدم،
اینا خونساری میدونن خاتمه میدن. بنابراین اگر آشغالاشون هم نمیدن، من میرم تو آشغالاشون جمع وری میکنم، باز این خورد و سخونه رو در میارم، از اونها یه چیزی میتونم بسازم. من این هنر رو دارم، این هنری که الان شما تو کارت داریم، منم تو کار خودم دارم، توجه داری؟ بنابراین من اصلا برام مهم نیستش که این مثلا سال، فرض کن مثلا سال 85 اومده وصل بوده به جریانات آخوندی به نام صادق ملکی، متوجه ازام هستی؟ اصلا برای من مهم نیستش، که مهم این هستش که من اینو چجوری بسازمش. من دارم میرم زیر بار یک جریانی، مثلا منو چه به دولت ایالات متحده امریکا، ولی این اعتماد به نفسی که به خودم دارم که میتونم نفوذ میکنم در بعضی جریانات، خب رفتم با موفقیت این کار رو انجام دادم. منظورتون کدوم؟ تماس با آمریکایی‌ها؟ پس با چی هستش؟ من نه نه، پس من وقتی دارم به این طرف قول میدم، وقتی دارم به این طرف قول میدم، پس پشتوانش رو دارم که دارم به این قول میدم. در ارتباط با در ارتباط با درخواست اولشون، یعنی درخواست اول دارم. بله. پس بله. بنابراین میخوام پاسخ شما عزیز رو بدم که شما به دلیل، من خیلی شفاف خدمت تو عزیز عرض میکنم، برای من خیلی هم تو عزیز هستی، فراموش نکن سعید جان، خیلی عزیز هستی، ولی تعارف رو میذاریم کنار. نه. هیچ کس نتونسته کارمندای سازمان اطلاعات امنیت کشور رو بشناسه. چرا؟ همیشه چپ، حزب توده تا تونسته ما رو کوبیدن، 56 سال ما رو کوبیدن، نمیذارن ما حرف بزن. بله، این کار رو من افتخار میکنم خانواده ساواک، یعنی بدنه ساواک انجام داد. 3 نفر، من و 2 نفر دیگه از نمایندگی هایی که در گذشته در نمایندگی در امریکا کار میکردم، و اینا عزیزانی بودن که من در اسرائیل باشون کار میکردم، یعنی اونا فرار کرده بودن، اومدن اسرائیل، تل آویو بود، با هم بودیم. آره، پس من بنابراین وقتی که مهره دادم، اون داره حرف میزنه میگه که ما میخوایم این کار بکنیم، یه یاد سعید قائم مقام میفتم. سعید شهامت اینو داره، جرعتشو داره، میتونه این اعلامیه رو بخونه. این خودش حالا قدر خدا بیامرزش که بود، زبانو چقدر کردم، این قدر اون مرد شهامت زیاده. بابا ما هم همین آدم ها بودیم، آقای معتمد، آقای معتمد دلیلی نداره تظاهر بکنیم تو کارامون. این که دقیقا درست اشاره فرمودین شما، آقای درست اشاره فرمودی، این کارو من نشونیشم به شما میدم، کار زمانی هم تموم شد، این کار انجام شد. حالا من بقیهشو چه نگفتم هنوز، من اول اشاره کردم که من شما اینو میخوام، ایشون هم به من داد، ولی به قول شما توفالش هیچی، او سخون چیزاش هم من میدونم، بیان جمع میکنم، کارمند اطلاعاتی هم. خب حالا من یه سوالی دارم در مورد درخواست اولشون که شما ترتیب آغاز مذاکرات مستقیم بین رژیم و آمریکایی ها رو بدید، شما گفتید پذیرفتید، چه لطفی برای مملکت، چه لطفی برای ملت داشت ای که شما حتما با توجه به مصالح ملی ما زیر بار این درخواست رفتید. مصالح ملی ما در مذاکرات مستقیم آمریکایی ها و رژیم جمهوری اسلامی چی بود که شما این شرط رو پذیرفتید؟ قبل از ما این 51 داستان خیلی طولانیه، نری سراغ طولانی. آره اونطوری، گوش کنید آقای معتمد، اگر بخواید برید ریشه ها رو بیابید، 50 ساعت هم گفتگوی ما همین سوال کافی نیست. من فقط یک سوال کردم، یک جواب ساده و مستقیم میخوام. اون موقعی که شما با این بابا مذاکره میکردید، ایشون به شما این پیشنهاد رو داد. در مورد دومی به من الان یه پاسخ دادی، حالا چند اندازه
من میپسندمش مهم نیست. گفتم به چه درد میخورد که شما بدونید که فلان کس عامل نفوذی رژیم بوده در فلان تلویزیون و فلان؟ شما یه توضیح دادید. من در مورد بخش اول درخواستای اینام یک سوال ساده کردم که جواب ساده بدون توضیحات میخواد، و اون اینه که شما در این پیشنهاد چه سود و صلاحی برای ملت دیدید که جمهوری اسلامی مستقیم با آمریکایی ها مذاکره کنه؟ تمام شد؟ بله بله. حضور ترسونم که قبل از اینکه اصلا من به این مسائل برخورد کنم، چیزی که فکر نمی کردم چه این اصلا بشینه رو برو من بیرون ببینم همین داستانهایی که شنیدی. ولی وقتی این صحبت ها رو کرد، وقتی این حرف ها رو می زد، من فکر کردم که این یه چیزی سازنده ایه. این جریان ما چه این ماره تقریبا 5 سال پیشه متوجه هستی؟ قبل از 5 سال پیش، یعنی 10 سال پیش، 51 لابی، حالا امیر احمدی که کسای پشت پرده بودن که اصلا نتونستن کار رو کنن. این گفته های خود اینه، این آقای جوادیانه ازم هستی که گفت ما دلارهای خرج کردیم که اینها بتونن یک رابطه مستقیم به کلی سری ما برقرار بکنیم، چون مردم دارن ما رو میخورن. متوجه ازم هستی؟ خیلی خوب، برای ما منافعش چی هست؟ همین فقری که امروز مردم ملت ایران دارن، همین این که الان خود ما ها شاهدیم. چی؟ چی شاهدیم؟ منظورتون چی؟ منظورم همین مشکلات که امروز تو داخل مملکت هستش. حداقل اگر که این ارتباط برقرار بشه، روابط خوب بشه، یه جهشی پیش میاد، مردم بهتر، یا آزادی های پیش میاد، مردم میتونن به هر حال با آزادی که به وجود. حالا اگر آقای اوباما گاف کرده و مشکلات عقب نشینی های داشته، این دلیل بر این نمیشه که اون چیزی که فکر من بوده به عنوان یک کارمنده، یه کارمند دیگر یه تشکیلاتی کار میکرده، من فکر کردم که خدمت الانش هم فکر میکنم یه خدمت بوده به ملتم، به مردمم. پس نتیجه که من میخوام بگیرم، یعنی اون چیزی که از حرف شما الان من فهمیدم و شاید شنوندگان ما هم با من هم عقیده باشن، اینه که شما اون موقعی که این حرف رو زدید به خودتون گفتین خیلی خوب، اگر من موجبات ملاقات و مذاکره مستقیم آمریکایی ها با رژیم جمهوری اسلامی رو فراهم کنم، جمهوری اسلامی در سایه این مذاکرات تغییر میکنه، در رفتارش تغییر میکنه، به مردم امکانات بیشتر میده، از سرکوب کم میکنه، آزادی های بیشتر میده، درسته؟ ببین اصلا میگه آدم وقتی وارد جزئیات بشه خیلی مسائل دیگه مطرح میشه، یعنی میرسیم به نتیجه که همینایی که شما دارید میفرمایید. اصلا با این هدف من اول توضیح دادم خدمتتون چرا، برای اینکه که گفتم اتفاقا من استقبال میکنم، برای اینکه فکر کردم که این یه کار انسانیه، برای جلوی خونریزی ها گرفته میشه، جلوی خیلی مسائل، یعنی کمک به مردمه. وقتی هم که گفت مردم، من خودم بهش گفتم که تو کدوم مردم رو صحبت میکنی؟ آیا فکر نکردید آقای معتمد، آیا فکر نکردی در اون موقع که ارتباط بین آمریکایی ها و جمهوری اسلامی عرض کنم موجب تثبیت و دوام بیشتر جمهوری اسلامی بشه؟ اساس این جمهوری که فرقی نمیکنه، نظریات مذهبیشون که فرق نمیکنه، قرآنشون که عوض نمیشه، فلسفهش که عوض نمیشه، در ظاهر امر با آمریکایی ها کنار میان ولی در باطن اسلامی میمونن، در باطن هنوز علی اصغر و امام حسین رو دارن، در باطن هنوز خواستار حجاب هستند، در باطن هنوز زن رو نصف مرد میدونن و در باطن بهایی‌ها رو میگیرن، میزنن، میبرن. فکر نکردید که اگر این ارتباط تقویت بشه جمهوری اسلامی عمرش طولانی تر میشه؟ خب
ببینید، من فکر میکنم که من فکر میکنم عزیزانی که شما، خود شما اصلا خود شما بهتر میدونید. انسان ها به هر حال آیا هستش که یک مسائلی به نظرشون میرسه که من به نظرم رسید که یک کار مفیدی میتونه باشه، کار سازندهی، گوش کنم، کار سازندهی. ولی حالا وقتی که میبینیم که مردم فریاد میزنن او با ما یا با ما یا نمیدونم فلان و اینا که شنید این شعار رو، و ایشون عکس العمل چیز دیگه میشه، خب همون شبش بنده ای که به هر حال من اولا به خدمت تو عرض بکنم که من ادعایی ندارم که من حتما من این کار رو کردم. ده ها نفر تو این کیس بودن، کسی که من عرض میکنم نه، تو این که رابطه رو به یه شکل برقرار بکنن برست. که امروز به اینجا رسه که شما ملاحظه میکنن حالا کدوم یکی از اینا موثر بوده من نمیدونم. درست. من فقط تا اونجایی اطلاع دارم که شماره تلفن و یک به اصطلاح یک سند رمز رو دادم به همین آقای جواد چیز، همین آقای جوادی هم از... درست. این شماره تلفن و رمز مال آمریکایی‌ها بود دیگه. ببینید نشکافیم دیگه. نه 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 من دارم خودم به شما میگم. خیلی خوب. من زمانشم به شما میگم. گوش کن من یک سند به ایشون دادم، شماره تلفن روش بوده، رمز بوده، بعدم زمانشم زمانی بوده که آقای اوباما در قاهره بوده، اینا میدونم شد، و سه ماه بعد از این جریان اولین نشست در سوئیس بوده. حالا این مربوط به کار ما بوده، یعنی کار ساواک بوده، یا مربوط به گروه ها، چون میگه 51 لابی داریم. نوشته های من یه در حدود 70 صفحه است. آقای معتمد همینجا میخوام یه نکته رو به شما بگم. ظرف هفته گذشته چند تن از همکاران بلند پایه شما با من تماس گرفتند، به دلایل امنیتی نام نمیبرم، و عرض کنم یه نکاتی رو تذکر دادند و بعد یک خواهشی رو کردند که من با شما الان در میون میگذارم، که شما از جانب خودت سخن بگو، نگو کار ما ساواک، چون ممکنه که پاره ای از همکارانتون، بخشیشون، اکثریتشون یا اقلیتشون، این نقطه نظرهای شما رو تایید نکنند. لذا من توصیه میکنم نگید کار ما، یعنی ساواک به عنوان یک هویت مشخص حقوقی و حقیقی، مثلا یکی از عوامل مذاکرات مستقیم. بگید که کوشش های شما و همراهانتون، تنی چند از همراهانتون باعث احیانا این ملاقات شد. من اینو فقط تذکر دادم که هم شنوندگانی که با ما سر کار دارن از سازمان امنیت و اطلاعات سابق حتما دلشون میخواد که من این تذکر رو بدم که شما الان اینجا میهمان من نیستید به عنوان سخنگوی این گروه، به عنوان خودتون، به عنوان یعنی اینجا اولا آقای قایم آقومی اشتباه نکنید، من در هفته گذشته که در خدمت شما بودم عرض کردم که کار من به هیچ کس ارتباطی نداره. من پرویز معتمدم، پاسخگوی تمام مسائلی هستم که در جریانش هستم. درست. نه سخنگوی ساواک هستم. آفر. من ریسترین حلقه زنجیر مقاومی در ساواک بودم. درسته. بله. پس تمام کسایی که با شما تماس گرفتم همه عزیزان من هستم، دستبوس همه شما هستم، ولی من هر وقت خودشون هم هر کسی که به شما خودشون اگر چه اولا خیلی هاشون که اصلا نمیدونن من چکار میکنم، نمیدونستن من چکار میکنم، گذشتش نمیدونستن، حالاش هم نمیدونن، و خیلی هاشون فقط کسانی صلاحیت دارن حرف درباره من بزنن که مثل خود من 20 سال در کمیته وزیرقلعه و اوین و کمیته مشترک کار کرده باشن. درست. وگرنه کسی که در ادارات مختلف ما کار کرده باشه، که مثلا اداره شیشم ما که میگن اداره نقلبیا هست، اصلا صلاحیت حرف زدن نداره که. خوشبختانه بله. خوشبختانه گوش کن. نه نه شما گوش کنید من تذکر بدم.
این نکته رو. بگو بگو. خوشبختانه هیچ کس در مورد شما و صلاحیت شما و داوری شما صحبتی نکرده نمی کنه. صحبت کلی بود. گفتم که این نقطه نظرهای خودتون رو تعمیم ندید به کلیت کارکنان باقی مانده ساواک یا فلان. نقطه نظرهای خودتون رو خوشحالم که خودتونم گفتید، که دفعه پیش هم گفتید که خودتون مسئول گفته ها و کرده های خودتون هستید و عرض کنم کسی رو گروهی رو نمایندگی نمی کنید. بله، من فقط خواستم همین تذکر رو داده باشم. حالا من ببینید، باز برای این که شما در دل این گفتگویی که شروع کردیم به یک ملاقات و به دو مسئله که در این ملاقات مطرح شد اشاره کردید. ما این رو همین جا نگه می‌داریم. بنابر همین گفته‌های چند لحظه پیشتون، من می‌خوام شما در این 5-6 دقیقه وقت باقی ماندمون، شما اول به شنوندگان ما در مورد خودتون توضیح بدید که کی شروع کردید و چه مدارجی رو، چه مراحلی رو حداقل تا انقلاب 57 طی کردید و چه مسئولیت هایی داشتید. من میخوام شما این یه تکرار رو روشن بکنید که شنوندگان ما بدونند با چه شخصیتی سر و کار دارن و این شخصیت چه پیشینه ای داره. ببین من الان خیلی من سریع میگم. ببین من اول اون هفته خدمت شما عرض کردم که اجازه بدین که من طی 20 سال خدمتم لیست اون کارهایی که من انجام دادم، کارهای من هم به هیچ کس ارتباط نداد، متوجه از مسئولیتش همش با خودم هست، که شما اشاره کردین که نه فلان و فلان و گفتم خیلی خوب، ولی من با کمال میل اون کارهایی که انجام دادم اشاره میکنم. سال 38 تا سال 39 من دورانی بوده، دورهای مختلف رو دیدم، در ساواک دیدم و دانشکده ساواک دیدم، بعد اومدم وارد بازار کار شدم و این زلزله بوین زهراش دانشوهای کنفدراسیون فعال بودم در کیسه هایی که شرکت کاره، یه شرکتی که کمک میکرد به زهرا، اونا فعال بودن، ما فعال شدیم. به هر حال من 7 ماه اونجا تلاش کردم. بعد سال 41، اواخر سال 41 فعالیت های بازار شروع شد. در سال 42 15 خرداد شرکت داشتم، تو کارهای عملیاتی بودم. بعد رفتم به شیراز تو دستگیری جریانات شیراز. من در ارتش چیز نکردم، دو نفر، یک درجه دار افسرش کشتن، درجه عامل رئیس ساواک 9 نفر، من یکیش بودم، و سرهنگ ناظم اون وقتی برام سلشکر شد، رفتیم برای دستگیری فقط و فقط عبدالله زرانپور، موفق شدیم منبع نفوذ بدیم و اون کشته شد. بعد برگشتیم، دستگیری خمینی پیش اومد، دوبار دستگیری خمینی از بچه های چیز بودم، سلو فرمانده همین چیزهای عملیاتی، من تو کارهای عملیاتی بودم تا اومدیم به سال 48 تا 49. حادثه سیاهکل پیش اومد، سیاهکل برحال من با بهمن فقط 3 روز در اونجا بودیم، مدارک رو جمع آوری میکردیم، هیچ دخالتی توی سیاکل تو کار ژاندارمری نداشتیم، همه کار رو خود ژاندارمری انجام میداد. یکی از بزرگترین بهترین افسران ارتش شاهنشاهی ایران سپهبد محققی اونجا بودن، کارها ایشون انجام میدن، ما جمع آوری اطلاعات میکردیم با بهمن نادرپور از اون کار، و از اهالی پرسجو میکردیم، برای کالایی که برای خودمون لازم بود انجام میدادیم. بعد از سال 49 دیگه من درگیریم بیشتر و بیشتر شد. سال 50 درگیری با مجاهدین داشتیم. من دیگه چیزی در حدود 1 ماه گرفتار
مسعود رجبی بودم، مسعود رجبی سر قراراش بودم، بعد یکی از قراراش چیز بود، رئیس سازمان مجاهدین بود، همین اسمش یادم نفته، اشرف اشرف نخه مجاهدین عرض میکنم. آها، و چیز همون همکارش که کشته شد. بله، حالا منم یادم رفت. حالا با آقای چیز یه خونه بودش که چیز لو داد و به همین دلیل ما بخشیدیمش آقای مسعود رجبی رو. خودش میدونه، امیدوارم یه روز گوش کنه حرفای من و انشاءالله یه روز باهاش برخورد بکنم. بعد کمکش کرد، البته اینو مقامات بالا کمکش کردن و اعدام نشد و یه روز زدم پشتش، گفتم برو، امیدوارم که دیگه بر نگردی به اینجا، در حال یعنی زمانش کشته نشد. بعد حضور درست کنم یه درگیری ما از سال حنیف نژاد درست میکنم، رئیس مجاهدین با محمد حیاتی. محمد حیاتی الان در چیز هستش، الان در لیبرتی هستش. اونجا محمد حیاتی و سه نفر دیگه بود، نه خونه تیمی بود اونجا، یک حالا این تشکیلات چند تا میخونه همش بود دیگه، جاسازی و فلان اینا بود. بعد درگیری ها بود، بعد مسئول چیز بودم که بسیار بسیار مهمه، داستانش بسیار تاریخیه، رئیس شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق بود، وعید افراخته بود. این چهار ماهی در اختیار من بود و در محلهای مختلفی که میرفتیم 600 صفحه بازجویی فرستاد و خیلی چیز همنشین با هاری مقاله نوشته و مقاله رو خوندم، منم براش مقاله نوشتم که بابا همین چه شد که تو گریه کردی، منم برای چیز گریه کردم برای همین وعید افراخته. یعنی اینقدر ناراحت شده بودم، یک انسان واقعی بودیم. یه چیز در حدود شاید 100 تا رو 150 تا رو شاید این گفت از خانوش که پیگیری کردم. من اسیستان سوسیالش بودم، در واقع اسیستان سوسیال پدر رضایی ها بودم، خلیل خان بودم، این بودم احمد رضایی بودم، این برای ای که الان در اونجا رئیس چیز هست، رئیس لیبرته هست، اونو از سر قرار من سر قرار اون پام تیر خورد، سر مهتی برایی. این همینطور ادامه داشت. سال 54 مسئول تیم های تقریب مراقبت و شنود کمیته مشترک بودم، بنابراین اون چیزی که از سال 54 انجام دادم کمیته مشترک تمام این اطلاعات من تو رابطه شنوده، یعنی خیانت هایی که تلفن هایی که از عمرای ارتش بگی سیاسی ها همه. یعنی اولا بفرمایید این کمیته مشترک چه سالی آغاز به کار کرد؟ سال 50. شما در سال 54 به این کمیته پیوستید؟ نه خیر، ما کمیته بودیم سال 50 هممون اومدیم پایین، اومدیم بخشش میگم پایین، اومدیم کمیته مشترک. یعنی شما از سال 50 به کمیته مشترک پیوستید؟ ببین عرض میکنم خدمت، من در کمیته اوینم بودم که بیکار نبودم، من پیگیری میکردم، یعنی اون وقت که کارهای عملیاتی میکردم پیگیری میکردم کسانی که ترور میکردم و از صحنه میگریختم، من پیداشون میکردم تو عملیات بودم، نه عملیاتی که مثلا در جمع میرفتیم و فلان اونا، به غیر از اون این کارها انجام میدادم، میرفتم و پیداشون میکردم. ولی یه کارهایی هم بودش که خودم از شناسایی هایی بودش که انجام میدادم، کار زیاد بوده دیگه، تو عملیات زیاد بوده. ولی از سال 54 که چیز بودم، قسمت اطلاعات، شدم مسئول این کار، یعنی تیم های مراقبت که مثلا با خود کردم. مثلا از میکنم نمونه قد سوژه بوده که حالا این جمشه تایری پور، حالا یاد من بعد خوف داده گفتم اسمش به شما و ازم برسونم که سوژه های مختلف بوده یا کارهای مختلف بوده، حالا از هر شخصیتی بوده، از هر شخصیتی بوده و برای من مهم نبوده، و شنود هایی که رو افراد بوده، همه از شخصیت های سیاسی، همه فعالین از بخش شنود، از سه تا کسایی که در شنود کار میکردن اینا اعدام کردن، اینا سریعتر از همه اعدام کردن. ولی در حال این خیانت ارتش بود، خیانت سپه بود، مقدم دلم میخواد
تکرار کنم، سپه عبود مقدم باعث شدش که خدا رحمتش کنه خانم بختیاری قبول کرد که دستور بدن که ما 150 تا رو دستگیر کنن، و در مجلس هم به این مورد اشاره کرد. در مجلس وقت رأی گیری، وقتی که به اصطلاح رأی اعتماد می‌خواست بگیره، اشاره کرده بود که ما رو بگیرد. ولی به هر حال ما با توجه به این شنودی که رو خود اینا داشتیم، ما تعداد بچه ها فرار کردیم که منم جز شدم، که من تنها کسی بودم که با خانواده فرار کردم، چرا خودم مسئول شنود بودم. و خدا رحمتش کنه، یکی از بهترین افسرهای شهربانی که از اونجا شهربانی با من، یعنی اومده بود به کمیته مشترک که مأمور نشده بود، انتقال پیدا کرده بود، با درجه ستوان دومی انتقال پیدا کرده بود، دو تا اومده بودن، هر دو تایشون هم اعدام شدن، یکیشون فامیل صمدی بود اعدام شد. خدا رحمتش کنه. این حال اینا همکاری میکردن، اینا شما دو و سه رو داشتن، دو سه و چهار رو داشتن، و حال تمام این بخش ما اعدام شدن بچه ها، اون سرگوش محوید بود، نمیدونم سرگوش شاورد بود، همه یه بچه ها ادام شدن دیگه. ولی خب این چند تایی که موندن در خارج از کشور، من با اکثرشون تماس دارم، اینا هیچ کدومشون آدم هایی نیستن که اصلا پای تلفن بیان صحبتی بکنن، نه. شما در حینی که در کمیته شنود کمیته مشترک، در بخش شنود کمیته مشترک فعال بودید، پی بردید که قصد و غرض این است که شما رو دستگیر کنند، شما رو بگیرند، و شما به این دلیل گریختید، درسته؟ ببین اگر شما اجازه بدیم، من چهارشنبه هفته آینده بسیار مهم هستش که من مکالمه، دو تا مکالمه رو برای شما فاش میکنم، خانه بختیاری و سپهبد رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور. این به نظر من بهتر، این یه سرنخ خوبی هست برای مسائل دیگه، بعد انقدر مسئله هستش. ولی اجازه بده در آخر وقت شما یه توضیح بدم، هر کدوم از این عزیزان ما، یعنی کارمندهای ساواک، اگر من جسارت هم میگم خانواده ساواک بعضا میرسی، من میخوام بگم که من ادعا ندارم کسی هستم، نه بابا، من اگر میگم که دو تا از نمایندگی به من کمک کردن، دقیقا نه اسمشون رو میگم نه، ولی میگم که اینها فرار کردن از نمایندگی، اومدن تو اسرائیل بودن، اونجا برخورد کردیم و فلان و فلان و فلان، متوجه میشی؟ بنابراین بهترین کسایی بودن که میتونستن این رابطه رو برقرار بکنن، بگن من به امریکایی ها چکار دارم، متوجه ازم هستی؟ از امکانات خودم اطلاع داشتم که میتونم کارهایی بکنم، دوست عزیز من، الانم میتونم خیلی. دوست عزیز من، متوجه ازم هستی شما؟ بله. حالا امیدوارم هفته آینده من رابطه های تلفنی بسیار هستش، خیانت ها بسیار هستش، غلام حسین صدیقی رو برای شما شرح میدم که چی باعث شد. این نبوده که نوریزاده گفته، اصلا این نبوده داستان، بله. اصلا داستانی که نوریزاده گفته نبوده، داستان چیز دیگه بوده. بله. آقای معتمدی عزیز، آقای معتمد عزیز، یه نداره دیگه، معتمدی نیست، معتمده دیگه. بله شما والا نمیدونم چرا به من میگی معتمدی، من معتمد هستم. بله معتمد، بله اشتباه میکنم، بله من یه دوستی داشتم این اسم از اونجا مونده. عرض کنم آقای معتمد عزیز، فقط شما به من یک جواب کوتاه بدید. من پرسیدم به دلیل همین آگاهی هایی که در اون مرکز شنود به دست آوردید، جانتون رو در خطر دیدید و از ایران خارج شدید به اتفاق خانواده، این چه زمانی بود؟ من در نمیخوام به شما بگم. بسیار خوب، بسیار خوب. نمیخوام به شما بگم برای اینکه بذارید یه خورده جلو بدین، متوجه از آن هستید؟ بسیار بسیار، بذارید یه خورده جلو بدین. کافیه کافیه، بعد قبول دارم، هیچ مشکلی نیست. ولی در هر موردی که دلتون میخواد به سوالای من جواب ندید، ولی با صراحت به من همینطور صریح بگید، نه اینکه جواب ندید. من چون شما تعارف ندارم. بله ممنونم، مسئله ندارم. بعد یک نکترم، اجازه بدید. نه شما
یه چیزی من به شما بگم قبل از این کار. ببینید مثلا من یک، حالا شما به من میگه اون شاخه اون شاخه، مثلا یکی از سوژه های من، یکی از این جریاناتی که در اروپا زندگی میکنه و هر زمان میرسی در اروپا زندگی میکنه، این ها میخواستن بکشن. من میخواستم خدمات ساواک رو خیلی کوتاه برای تعریف کنم. این ها میخواستن بکشن ساواک رو از شنود، یعنی من، یعنی پرویز محترم، از شنود در ارده که این فرد رو میخواستن بکشن. حالا توی این اوضاع بحرانی کشور، حالا ما تنها چیزی که کم داریم کشتن این آدم با شخصیت و معروف جهانیه، جهانیه، متوجه میشی؟ حالا اومدیم آقا رو دستگیر کردیم، آوردمش کمیته، آوردمش تو اتاق ملاقات، میگه آخ مرد که ببخشید، مرد که پسرسگ، تو اینجا باید بری زندان بخوابی تا ما ببینیم چطور میشه. حالا به هر حال این آقا در مصاحبه ای گفتش که ساواکی ها ریختن سر من، منو گرفتن زدن. یه فرصتی پیش اومد، من در یه محلی ایشون رو دیدم. من میدونم که شما دارید راجع به کی حرف میزنید. میخوام خودم رو امتحان کرده باشم. الف ان الف نون آخیش یادم. نه 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 پرویز خان اعتراف. نه 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 یه آدم بسیار معروفیه، گوش کن. بله بله. حالا خواهش کنم یه لحظه تموم میشه. حالا من وقتی که فرصت پیش اومد، تقریبا یه سال نمی پیش، فرصت پیش اومد، گفتم آقا من فقط یه دقیقه با شما، گفتم من میشناسی؟ گفت نه. گفتم خب بی اینجا، رفتم بردمش گوشه محلی، گفتم که آقا شما در مصاحبات گفتی که ساواک شما رو گرفته کتک زده، متوجه میشی؟ شما رو با پسرتون کتک زده. آه داستان اینه و اینه و اینه و اینه. وقتی اینه بهش گفتم، رنگش پرید و گفت آه. بعد گفتم اصلا حرف نزن شما، فقط شما یه به من بدهکاری، یعنی به ساواک بدهکاری، چون شما اشتباه کردی، این همه توهین کردی به ساواک، این همه بدگویی کردی، ولی پادشاه فقید دستور دادن گزارش شرفرزی رفت. چون اولا شنو تمام گزارش شرفرزی، من اولا نمیخوام به روخ کسی بکشم، بگم گزارش شرفرزی رفت که آقا از خونه این فرد مراقبت 100% 24 ساعته بشه که فردی نزدیک به خونه این نشه کشته بشه. حالا شما فکرشو بکن. بعد گفتم که ما هزینه پرداختیم بابت شما، ولی شما وقتی میگید ساواک شما را زده با پسرت، این درست نیست. ولی به هر حال من فکر میکنم که خیلی موثر بود حرفی که به شما زدم و خیلی مسائل حل شد. از این داستان ها زیاد. من ممنون هستم آقای معتمد عزیز. من باز تلفن میزنم و قرار گفتگوی بعدیمون رو بعد با هم تلفنی میزنم. من سعید جون ببخشید، من کارمندهای خود ساواک، کارمندهای که مربوط به اداره نخلویا هستن، یا کارمندهای که حتی در کارهای آنچنانی نداشتن، حسادتهایی در کمیته هم میگم، بدون تعارف میگم، داشتن این حسادتهایی نسبت به فرض کن مثلا مقام یاروی داشته، حالا داشته هنوزم که هنوز این حسادتها هنوز هست، منم یکی از اون آدم ها، متوجه میشی؟ ولی به همین دلیل هم هست هیچ وقت 26 سال 56 سال صدام در نیومده، صدام در نیومده، چیزی برای باخرن ندارم. که بله عرض کنم که جناب معتمد، یک خواهشم اینجا مطرح میکنم. بسیاری از همکاران سابق شما هنوز هستند و در خارج از کشور هستند، بعضی هاشون در داخل کشور هستند. چندی پیش یکی از اونها که شنونده این رادیوست به من زنگ زد و گفت ما در خارج از کشور کماکان با دشمنان قدیممون در حال جنگیم، بی ربط به مذاکرات با شما دارم عرض میکنم. من میخوام شما با زیرکی که دارید، با تجربه‌ای که دارید، از بازگو کردن نام همکارانی که احیانا اگر در مورد گذشتهشون و یا اینکشون
اطلاعاتی درز بکنه برای جانشون و برای مبارزشون سودمند نباشه، تا جای ممکن پرهیز کنید و لازم به توصیه نیست مراقب عرض کنم وضعیت این همکاران باشید. سعید، گوش کن، رحم میشه بهت میگم. تو این هفته و هر وقت که من با تو صحبت کنم، تو اگر اسم یک کسی رو شنیدی، یک نفر کارمند ساواک شنیدی، میتونی اینو بگی. اصلا نیاز به این مسئله نیست. ممنونم. یادت باشه. نه، فقط یادت باشه یه چیزی رو. من وقتی که جلسه اول با شما صحبت کردم، عرض کردم که من کسی نیستم که بتونه کسی از من چیزی بگیره. خامم نیستم، متعجزم هستی، تسلط کاملم به کارم داشتم و دارم و خواهم داشت روزی که زنده هستم. متوجه این مسئله با. ولی اگر کسی بخواد برای خودش داستان بتراشه، صحبتی بکنه، حرفی بزنه، پرویز اینو گفته، اونو گفته، اصلا اهل این معامله با هیچ کس نیستم. رو دروسی و تعارفم با هیچ کس ندارم. برای تو کارهای عملیاتی بود، بعد رفتم به شیراز تو دستگیری جریانات شیراز. من در عرصه چیز نکردم، دو نفر یک درجه داره افسرش کشتن، درجه عامل رئیس ساواک 9 نفر، من یکیش بودم، و سرهنگ ناظم اون وقتی بعدم سلشکر شد، رفتیم برای دستگیری فقط و فقط عبدالله زرقانپور، موفق شدیم منبع نفوذ بدیم و اون کشته شد. بعد برگشتیم، دستگیری خمینی پیش اومد، دوبار دستگیری خمینی از بچه های چیز بودم، سر فرمانده همین چیزهای عملیاتی. من تو کارهای عملیاتی بودم تا اومدیم به سال 48 تا 49. حادثه سیاه کل پیش اومد، سیاه کل. به هر حال من با بهمن فقط 3 روز در اونجا بودیم، مدارک رو جمع آوری میکردیم، هیچ دخالتی توی سیاکل تو کار ژاندارمری نداشتیم، همه کار رو خود ژاندارمری انجام میداد. یکی از بزرگترین بهترین افسران ارتش شاهنشاهی ایران سپهبد محققی اونجا بودن، کارها ایشون انجام میدن. ما جمع آوری اطلاعات میکردیم با بهمن نادرپور هر جون کنم، و از اهالی پرسجو میکردیم، برای کالایی که برای خودمون لازم بود انجام میدادیم. بعد از سال 49 دیگه من درگیریم بیشتر و بیشتر شد. سال 50 درگیری با مجاهدین داشتیم. من دیگه چیزی در حدود 1 ماه گرفتار مسئول رجبی بودم، مسئول رجبی سر قراراش بودم، و یکی از قراراش چیز بود، رئیس سازمان مجاهدین بود، همین اسمش یادم نفته، اشرف اشرف نخه مجاهدین عرض میکنم. چیز همون همکارش که کشته شد. بله، حالا منم یادم رفت. حالا با آقای چیز یه خونه بودش که چیز لو داد، و به همین دلیل ما بخشیدیمش آقای مسعود رجبی رو. خودش میدونه، امیدوارم یه روز گوش کنه حرفای من و انشاءالله یه روز باهاش برخورد بکنم. بعد کمکش کرد، البته اینو مقامات بالا کمکش کردن و اعدام نشد، و یه روز زدم پشتش، گفتم برو، امیدوارم که دیگه بر نگردی به اینجا، در حال یعنی زمانی که کشته نشد. بعد حضور درس کنم یه درگیری ما از سال حنیف نژاد عرض میکنم، رئیس مجاهدین، با محمد حیاتی. محمد حیاتی الان در چیز هستش، الان در لیبرتی هستش. اونجا محمد حیاتی و 3 نفر دیگه بود، نه خونه تیمی بود اونجا، یک حالا این تشکیلات چند تومی خونه همش بود دیگه، جاسازی و فلان اینا بود. بعد درگیری ها بودش، بعد مسئول چیز بودم که بسیار بسیار مهمه، داستانش بسیار تاریخیه، رئیس شاخ نظامی سازمان مجاهدین خلق بود، وحید افراخته بود. این 4 ماهی در اختیار من بود، و در مرحله مختلفی که می رفتیم 600 صفحه بازجویی پس داد، و خیلی چیز
هم نشین با قاری مقاله نوشته و مقاله رو خوندم، منم براش مقاله نوشتم که بابا همین شد که تو گریه کردی، منم برای چیز گریه کردم برای وعده افراخته، یعنی اینقدر ناراحت شده بودم. یک انسان واقعی بودیم، یه چیز در حدود شاید 100 تا رو 150 تا رو شاید این گفت از خاموش رو پیگیری کردم. من اسیستان سوسیالش بودم، در واقع اسیستان سوسیال پدر رضایی ها بودم، خلیل خان بودم، این بودم احمد رضایی بودم، این برایی که الان در اونجا رئیس چیز هست، رئیس لیبرته هست، اونو از سر قرار من سر قرار اون پام تیر خورد، سر مهتی برایی. این اینا همینطور ادامه داشت. سال 54 مسئول تیم های تغییر مراقبت و شنود کمیته مشترک بودم. بنابراین اون چیزی که از سال 54 انجام دادم، کمیته مشترک تمام این اطلاعات من تو رابطه شنوده، یعنی خیانت هایی که تلفن هایی که از عمرای ارتش بگی سیاسی ها همه. یعنی اولا بفرمایید این کمیته مشترک چه سالی آغاز به کار کرد؟ سال 50. شما در سال 54 به این کمیته پیوستید؟ نه خیر، ما کمیته اوین بودیم. سال 50 هممون اومدیم پایین، اومدیم کمیته مشترک. یعنی شما از سال شما از سال 50 به کمیته مشترک پیوستید؟ ببین عرض میکنم خدمت، من در کمیته اوینم بودم که بیکار نبودم، من پیگیری میکردم، یعنی اون وقت کارهای عملیاتی میکردم، پیگیری میکردم کسانی که ترور میکردم و از صحنه میگریختم، من پیداشون میکردم تو عملیات بودم، نه عملیاتی که مثلا در جنگ میرفتیم و فلان و اینا، به غیر از اون این کارها انجام میدادم، میرفتم و پیداشون میکردم. ولی یه کارهایی هم بودش که خودم از شناسایی هایی بودش که انجام میدادم، کار زیاد بوده دیگه، تو عملیات زیاد بوده. ولی از سال 54 که چیز بودم، قسمت اطلاعات، شدم مسئول این کار، یعنی تیم های مراقبت که مثلا با خود کردم. مثلا از میکنم نمونه قدر سوژه بوده که حالا این جمشید طاهری پور، حالا یاد من بعد وقت افتاده گفتم اسمش به شما و ازتون برسونم که سوژه های مختلف بوده یا کارهای مختلف بوده، حالا از هر شخصیتی بوده، از هر شخصیتی بوده و برای من مهم نبوده، و شنود هایی که رو افراد بوده، همه از شخصیت های سیاسی، همه فعالین رو از بخش شنود، از سه تا کسایی که در شنود کار میکردن اینا اعدام کردن، اینا سریعتر از همه اعدام کردن. ولی در حال این خیانت ارتش بود، خیانت سپه بود مقدم، دلم میخواد تکرار کنم، سپه بود مقدم باعث شدش که خدا رحمتش کنه خانه بختیاری قبول کرد که دستور بدن که ما 150 تا رو دستگیر کنن، و در مجلس هم به این مورد اشاره کرد، در مجلس وقت رای گیری، وقتی که به اصطلاح رای اعتماد میخواست بگیره اشاره کرده بود که ما رو بگیره. ولی به هر حال ما با توجه به این شنودی که رو خود اینا داشتیم، ما تعداد بچه ها فرار کردیم که منم جز شدم، که من تنها کس بودم که با خانواده فرار کردم، چرا که خودم مسئول شنود بودم و خدا رحمتش کنه یکی از بهترین افسرهای شهربانی که از اونجا شهربانی با من، یعنی اومده بود به کمیته مشترک، معمول نشده بود، انتقال پیدا کرده بود، با درجه صدفان دوم انتقال پیدا کرده بود، دو تا اومده بودن، هر دو تایشون هم اعدام شده، یکیشون فامیلی صمدی بود، اعدام شد، خدا رحمتش کنه. این حال اینا همکاری میکردن، اینا شما دو و سه رو داشتن، دو سه و چهار داشتن، و حال تمام این بخش ما اعدام شدن، بچه ها اون سرگو مرید بود، نمیدونم سرگو شاولت بود، همه بچه ها ادام شدن دیگه. ولی خب این چند تایی که موندن در خارج از کشور، من با اکثرشون تماس دارم، اینا هیچ کدومشون آدم هایی نیستن که اصلا پای تلفن بیان صحبتی بکنن، نه. شما در حینی که در کمیته شنود کمیته مشترک، در بخش شنود کمیته مشترک فعال بودید، پی بردید که قصد و غرض این است که شما رو دستگیر کنند، شما رو بگیرند و
شما به این دلیل گریختید، درسته؟ ببین اگر شما اجازه بدید من چهارشنبه هفته آینده بسیار مهم هستش که من مکالمه دو تا مکالمه رو برای شما فاش میکنم، خان بختیاری و سپهبد رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور. این به نظر من بهتر، این یه سرنخ خوبی هست برای مسائل دیگه، بعد انقدر مسئله هستش. ولی اجازه بده در آخر وقت شما یه توضیح بدم. هر کدوم از این عزیزان ما، یعنی کارمندهای ساواک، اگر من جسارت هم میگم خانواده ساواک بعضا میرسی، من میخوام بگم که من ادعا ندارم کسی هستم. نه بابا، من اگر میگم که دو تا از نمایندگی به من کمک کردن دقیقا نه اسمشون رو میگم نه چیزی، ولی میگم که اینها فرار کردن از نمایندگی، اومدن تو اسرائیل بودن، اونجا برخورد کردیم و فلان و فلان و فلان، متوجه میشی؟ بنابراین این بهترین کسایی بودن که میتونستن این رابطه رو برقرار بکنن، بگن من به امریکایی ها چکار دارم، متوجه ازم هستی؟ از امکانات خودم اطلاع داشتم که میتونم کارهایی بکنم. دوست عزیز من، الانم میتونم خیلی. دوست عزیز من، متوجه ازم هستی شما؟ بله. حالا امیدوارم هفته آینده من رابطه های تلفنی بسیار هستش، خیانت ها بسیار هستش. غلام حسین صدیقی رو برای شما شرح میدم که چی باعث شد. این نبوده که نوریزاده گفته، اصلا این نبوده داستان، بله. اصلا داستانی که نوریزاده گفته نبوده، داستان چیز دیگه بوده. بله. آقای معتمدی عزیز، آقای معتمد عزیز، یه نداره دیگه، معتمدی نیست، معتمده دیگه. بله شما والا نمیدونم چرا میگی معتمدی، من معتمد هستم. بله معتمد، بله اشتباه میکنم. بله من یه دوستی داشتم این اسم از اونجا مونده. عرض کنم آقای معتمد عزیز، فقط شما به من یک جواب کوتاه بدید. من پرسیدم به دلیل همین آگاهی هایی که در اون مرکز شنود به دست آوردید جانتون رو در خطر دیدید و از ایران خارج شدید به اتفاق خانواده، این چه زمانی بود؟ من در من نمیخوام به شما بگم. بسیار خوب، بسیار خوب. نمیخوام به شما بگم برای اینکه بذارید یه خورده جلو بریم، کافیه. بعد قبول دارم، هیچ مشکلی نیست. ولی در هر موردی که دلتون میخواد به سوالای من جواب ندید، ولی با صراحت به من همینطور صریح بگید، نه اینکه جواب ندید. من چون شما تعارف ندارم. بله ممنونم، ممنونم. بعد یک نکترم یک نه شما یه چیزی من شما بگم قبل از این کرد. ببینید مثلا من یک، حالا شما به من میگه اون شاخه اون شاخه، مثلا یکی از سوژه های من، یکی از این جریاناتی که در اروپا زندگی میکنه، بعضا میرسی در اروپا زندگی میکنه، این ها میخواستن بکشن. من میخوام خدمات ساواک رو خیلی کوتاه برای تعریف کنم. این میخواستن بکشن ساواک رو از شنود، یعنی من، یعنی پرویز محترم، از شنود در ارده که این فرد رو میخوام بکشن. حالا تو این اوضاع بحرانی کشور، حالا ما تنها چیزی که کم داریم کشتن این آدم با شخصیت و معروف جهانیه، جهانیه، متوجه میشی؟ حالا اومدیم آقا رو دستگیر کردیم، آوردمش کمیته، آوردمش تو اتاق ملاقات، میگه آقا مرد که ببخشید، مرد که پسر سگ، تو اینجا باید بری زندان بخوابی تا ما ببینیم چطور میشه. حالا به هر حال این آقا در مصاحبه گفتش که ساواکی‌ها ریختن سر من، منو گرفتن زدن. یه فرصتی پیش اومد، من در یه محلی ایشون رو دیدم. من میدونم که شما، من میدونم که شما دارید راجع به کی حرف میزنید. میخوام خودم رو امتحان کرده باشم. الف ان الف نون فوقیشی آدم. نه 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 پرویز خان اعتراف. نه 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 نه، یه آدم بسیار معروفیه، گوش کن. بله بله، حالا خواهش کنم یه لحظه تموم میشه. حالا من وقتی که فرصت پیش اومد، تقریبا یه سال نمی پیش، فرصت پیش اومد، گفتم من فقط یه دقیقه با شما، گفتم من میشناسی؟ گفت نه. گفتم خب بیا اینجا. رفتم بردمش گوشه محلی، گفتم که آقا شما در مصاحبات گفتی که ساواک شما رو گرفته کتک زده.
متوجه میشی؟ شما رو با پسرتون کتک زده. آ داستان اینه و اینه و اینه و اینه. وقتی اینه بهش گفتم رنگش پرید و گفت آ بعد گفتم اصلا حرف نزن شما، فقط شما یه به من بدهکاری، یعنی به ساواش بدهکاری، چون شما اشتباه کردی، این همه توهین کردی به ساواش، این همه بدگویی کردی، ولی پادشاه فقید دستور دادن گزارش شرفرزی رفت. چون اولا شنو تمام گزارش شرفرزی، من اولا نمیخوام به رخ کسی بکشم، این بهت بگم گزارش شرفرزی رفت که آقا از خونه این فرد مراقبت 100% 24 ساعته بشه که فردی نزدیک به خونه این نشه کشته بشه. حالا شما فکرشو بکن. بعد گفتم که ما هزینه پرداختیم بابت شما، ولی شما وقتی میگی ساواک شما را زده با پسرت، این درست نیست. ولی به هر حال من فکر میکنم که خیلی موثر بود حرفی که به ایشون زدم و خیلی چی مسائل حل شد دیگه. از این داستان ها زیاد بعد. من ممنون هستم آقای معتمد عزیز. من باز تلفن میزنم و قرار گفتگوی بعدیمونو بعد با هم تلفنی میزنم. سعید جون بفرمایید. سعید جون ببخشید، من کارمندهای خود ساواک، کارمندهایی که مربوط به اداره نخلویا هستن یا کارمندهایی که حتی در کارهای آنچنانی نداشتن، حسادتهایی در کمیته دارم میگم، بدون تعارف میگم، داشتن این حسادتهایی نسبت به فرض کن مثلا مقام یاروی داشته، حالا داشته هنوزم که هنوز این حسادتها هنوز هست، منم یکی از اون آدم ها متوجه میشی، ولی به همین دلیل هم هست هیچ وقت 26 سال 56 سال صدام در نیومده، صدام در نیومده، چیزی برای باخلن ندارم که بله. عرض کنم که جناب معتمد، یک خواهشم اینجا مطرح میکنم. بسیاری از همکاران سابق شما هنوز هستند و در خارج از کشور هستند، بعضی هاشون در داخل کشور هستند. چندی پیش یکی از اونها که شنونده این رادیوست به من زنگ زد و گفت ما در خارج از کشور کماکان با دشمنان قدیممون در حال جنگیم، بی ربط به مذاکرات با شما دارم عرض میکنم. من میخوام شما با زیرکی که دارید، با تجربه‌ای که دارید، از بازگو کردن نام همکارانی که احیانا اگر در مورد گذشتهشون و یا اینکشون اطلاعاتی درز بکنه برای جانشون و برای مبارزهشون سودمند نباشه، تا جای ممکن پرهیز کنید و لازم به توصیه نیست مراقب عرض کنم وضعیت این همکاران باشید. سعید گوش کن اینو برای همیشه بهت میگم. تو این هفته و هر وقت که من با تو صحبت کنم، تو اگر اسم یک کسی رو شنیدی، یک نفر کارمند ساواک شنیدی، میتونی اینو بگی. اصلا نیاز به این مسئله ممنونم، یادت باشه. نه فقط یادت باشه یه چیزی رو. من وقتی که جلسه اول با شما صحبت کردم عرض کردم که من کسی نیستم که بتونه کسی از من چیزی بگیره، خامم نیستم، متوجه هستم، هستی، تسلط کاملم به کارم داشتم و دارم و خواهم داشت تا روزی که زنده هستم، متوجه این مسئله ولی اگر کسی بخواد برای خودش داستان بتراشه، صحبتی بکنه، حرفی بزنه، پرویز اینو گفته، اونو گفته، اصلا اهل این معامله با هیچ کس نیستم، رو دروسی و تعارفم با هیچ کس ندارم، همه عزیزان ساواک هم دوست دارم و به وجودشون افتخار میکنم، همینطور. حالا اونا هر چی میخوام فکر کنم اصلا برای من اصلا اهمیت نداره، دشمن من اصلا برای من اهمیت نداره، من به خدا قسم، به ایمانم قسم، به ایرانم قسم، اصلی داشتم فکر میکردم بابا من این تراب حقشناس رو پیدا بکنم بگم بابا الان موقع حرکت من و توه، تو یه روزی این کار رو کردی، منم این کار رو کردم، بیا بلند شو یه حرکتی بکنیم برای نجات این مردم بدبخت. ما میتونیم یه کاری بکنیم، ما مجاهدین و چریکای فلک خلق میتونن این کار رو بکنن، اینو بدونن همه.
ما مجاهدین و شرکای فضای خلق اینو ایمان دارم به حرف که میزن، ولی نه حضور مسعود رجبی، نه خانومی که شو میزده، نه نه بدنه، بدنه یعنی اونایی که تو در لیبرتی هستم. حالا من منظورم این مجاهدین تنها نیستش، اکثریاتی منظور فاروق نگهدار هم، من با فاروق نگهدار خیلی فرق. و 57,000 تومان 57,000 تومان در اون زمان پول قاچاقچی دادم برای فاروق نگهدار، گرنی نخلانش بیرون 57,000 تومان تو سرخ پول دادم به قاچاقچی. حالا این صحبت رو بعده با چکر هستم، ممنونم، خدا نگهدار شما، شب روزت بخیر، خدا مرسیم. عجب حکایتی. من البته دوست دارم در فرصت‌های دیگه این نظر شما رو پیرامون این گفتگو بشنوم و بدونم که شما چه فکر میکنین. به هر حال ممنونم. باز یادآوری میکنم که فردا یک ژورنالیست که با رسانه‌های سرشناس آمریکا و اروپا همکاری میکنه، از همون دقیقه اول برنامه‌مون با حضور در استودیو مهمان ما خواهد بود. تا فردا 6 بامداد به وقت غرب آمریکا همه شما رو به خدا میسپارم.